حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفته است کار این کمیسیون تمام نشده و قرار است گزارش تفصیلی این کمیسیون در بیش از هزار صفحه تا دو ماه دیگر تهیه و به سران قوا مقامات ارشد کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی فرستاده شود به تصریح کرد گزارش کمیسیون برجام شامل مشروع مذاکراتی است که این کمیسیون با اعضای تیم فعلی و سابق هسته ای و نیز مهمانان دیگر در این کمیسیون داشته است و این کمیسیون برای تهیه و تدوین گزارش تفصیلی جلسه ای نخواهد داشت زیرا اسناد مدارک و مشروع مذاکرات کمیسیون موجود است و نیازی به برگزاری جلسه به صورت ثابت نیست اما ممکن است بنا به ضرورت و همفکری اعضا دور هم جمع شده و جلس تشکیل دهند. در همین حال طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام که به دولت اجازه اجرای توافق اتمی را می دهد روز یکشنبه شنبه همه مهر ماه ابتدا با دو فوریت پیشنهاد شد اما نمایندگان به دو فوریت آن رای ندادند. سپس یک فوریت آن به رای گذاشته شد و با 168 رای موافق در مقابل 57 رای مخالف و 7 رای ممتنه به تصویب رسید علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران طراح این طرح بود علی لاریجانی رئیس مجلس و احمد توکلی در موافقت با آن صحبت کردند و تعدادی از نمایندگان محافظ کار از جمله حمید رسایی با آن مخالفت کردند عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای به همراه حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در زمان قرائت گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام در جلسه علنی مجلس حاضر بودند در این گزارش بسیاری از مفاد توافق جامعه اتمی ایران و قدرت‌های جهانی و قطعنامه 2231 شورای امنیت منفی تلقی شده و لحن گزارش عمدتا منفی و انتقادی است همزمان پنج عضو کمیسیون ویژه بررسی توافق جامعه اتمی ایران و شش قدرت جهانی در مجلس در بیانیه متن گزارش برجام را یک نگر خوانده و گفتند گزارش قرائت شده در صحن مجلس منطبق بر منافع ملی نبوده و آثار مثبت این توافق را نادیده میگیرد در واکنش به گزارش نهایی کمیسیون برجام علایالدین بروجردی منصور حقیقتپور غلام رزا تاجگردون، مسعود پزشکیان و عباس علی منصوری آرانی روز یکشنبه شنبه مهر ما با صدور بیانیه گفتند گزارش نهایی که در سحن مجلس قرارت شد بر اساس گفتمانی بود که از ابتدا مخالف برجام بودند. این پنج نماینده در بیانیه خود گفتند به دلیل سوگیری حاکم بر کمیسیون به تذکرات دلسوزانی اعضا توجه نشد و گزارش یک سونگر که خارج از کمیسیون تدبین شده بود به رأی اعضا حاضر در کمیسیون گذاشته شد که در نهایت با شش رأی مثبت و چهار رأی منفی به تصویب رسید. غلام تاجگردون پس از قرائت این گزارش گفت گزارشی که در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد در خارج از کمیسیون ویژه برجام تنظیم شد و هفت نفر از اعضا همچنان با آن اعتراض دارند. در گزارش کمیسیون برجام به مجلس آمده است در حالی که ایران تعهدات مشخص و سریحی را در برنامه جامعه اقدام مشترک و زمائم آن پذیرفته و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز باید اجرای تعهدات ایران را راستی آزمایی و تصدیق کند تعهدات سایر طرفها با توجه به احکام پیچیده مندرج در متن برجام دچار های جدی است در گزارش کمیسیون گفته شده است برجام توافق ایران ایران را بدون دورنمای روشن در آینده در یک تعلیق حداقل ده ساله و در یک بازه بلند مدت فرو میبرد مجلس شورای اسلامی تا 26 مهر ما فرصت دارد نظر نهایی خود را در خصوص توافق ای اعلام کند در همین حال حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در جلسه روز دوشنبه 13 مهر مجلس گفت تعدادی از نمایندگان طرحی را با عنوان الزام دولت به رفع اشکالات و ایرادات برجام قبل از ارجاع تدوین و به هیئت رئیسه تقدیم کردند که این طرح به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده است آقای حاجی دلیگانی به خبرگزاری فارس گفته است این طرح دارای یک ماده واحده و یک تبصره است که با قید دو فوریت به هیئت رئیسه تحویل داده شده است بنابر ماده واحده این طرح که نمایندگان تندرو مخالف دولت آن را امضا کردن دولت موظف است قبل از اجرای برجام اشکالات ابهامات معارض با منافع اساسی ملت قانون اساسی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سیانت از دستاوردهای هسته‌ای و قرمز ترسیم شده نظام را رفت و سپس متن تسیح شده را جهت بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند همزمان گروهی از مخالفان توافق هسته‌ای روز یکشنبه با تجمع و تلاش برای ورود به کلاس درس اخلاق آیت الله جوادی آملی در قم باعث تعطیلی آن شدند این افراد به رد نشدن توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در مجلس و پایان داده شدن به تعصن روز شنبه در مجلس اعظم قوم اعتراض داشتند خبرگزاری ایرنا در گزارش دوازده مهر خود این افراد را جمعی از طلاب و روحانیونی که به برجام و نوع برخ برخورد نیروی انتظامی با تحصان کنندگان در مسجد اعظم اعتراض داشتن توصیف کرده است. <متصفح> <متصفح> آندری کارتاپولوف از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد حمله هوایی روسیه به مواضع حکومت اسلامی در سوریه باعث شده است که حدود 600 شبه نظامی مواضع خود را ترک کرده و به سمت اروپا بروند به گزارش روز شنبه 11 مهر خبرگزاری فرانسه وی تاکید کرد شبه نظامیان مخالف بشار اسد در سوریه از عملیات نظامی روسا وحشت زده و فراری شدند آقای کارتاپولوف همچنین با بیان اینکه روسیه در روزهای اخیر بیش از 60 پرواز علیه بیش از پنجاه هدف متعلق به داعش انجام داده گفت عملیات نظامی در سوریه تشدید خواهد شد و طی بمبارانهای سه روزه روسیه پستهای فرماندهی انبارهای مهمات، مراکز ارتباطی، اردوگاه های آموزشی گروه حکومت اسلامی و کارگاه های ساخت تسلیحات برای بمبگذاران انتحاری داعش منهدم شدند. عملیات نظامی روسیه در سوریه از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است. در روزهای گذشته آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ترکیه، عربستان سعودی و قطر از شیوه انجام عملیات هوایی روسیه انتقاد کردند همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از اینکه مداخله نظامی روسیه در سوریه هدفی جز کمک به بشار اسد ندارد ابراز تأسف کرد و گفت پر واضح است که روسیه میان گروه داعش و گروه های اپوزیسیون مشروع تفاوت قائل نمی شود. از این رو تنها به اسد خونخوار کمک و اوضاع را پیچیده تر می کند مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا هم گفت از هر بیست حمله هوایی روسیه در سوریه تنها یکی علیه گروه حکومت اسلامی است آقای فالون در گفتگو با شماره روز دوشنبه 13 مهر روزنامه سان گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با کشتار غیرنظامیان نظامیان می خواهد بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تقویت کند در خبری دیگر روز دوشنبه سیزدهم مهر ترکیه سفیر روسیه را در ارتباط با نقض حریم هوایی این کشور فرا خواند آنکارا گفته است نیروی هوایی این کشور یک جنگنده روسیه را که حریم هوایی این کشور را در نزدیکی مرز سوریه نقص کرده بود رهگیری کردند وزیر خارجه ترکیه در تماسی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به عواقب نقض بیشتر حریم هوایی ترکیه هشدار داد پیش از این دیدبان حقوق بشر سوریه گروه ناظر بر شرایط سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد اعلام کرده بود که از آغاز حملات روسیه در سوریه دست کم 39 غیر نظامی کشته شدند وزیر دفاع بریتانیا گفت شواهدمان نشان می دهد که روزها بمب های غیر هدایت شونده را روی مناطق شهری می ریزند و شهروندان را می کشند وی تصریح کرد ارتش آزاد سوریه گروه نظامی مورد حمایت غرب در سوریه دیگر هدف عملیات نظامی سوریه بوده است پیش از این سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ارتش آزاد سوریه به عنوان بخشی از راه حل سیاسی برای آینده سوریه نام برده بود همزمان بشار اسد رئیس جمهور سوریه تشکیل اطلافی علیه تروریسم با حضور سوریه روسیه ایران و عراق را تایید کرد و گفت مطمئن هستیم که این اعتلاف موفق خواهد بود آقای اسد در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران از ابتکار عمل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تشکیل این اعتلاف قدردانی کرده است وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار شبکه خبر ایران که اکنون اعتلاف جدیدی در منطقه و با حضور ایران روسیه عراق و سوریه در حال شک است و با توجه به حمایت برخی کشورهای منطقه از تروریسم آیا این اعتلاف می عمل کردی موفقیت آمیز داشته باشد گفت باید این اعتلاف موفق شود وگرنه شاهد تخریب همه منطقه خواهیم بود و ما مطمئن هستیم که این اعتلاف موفق خواهد بود آقای اسد کنارگیری خود از قدرت با هدف بازگرداندن آرامش به سوریه را رد کرد و گفت چنانکه راه حل در کنارگیری از قدرت من بود من هرگز تعلل نمی کردم. در همین حال رئیس سازمان میراث باستانی سوریه گفت گروه داعش یک بنای تاریخی دیگر به نام تاغ نصرت را در محبته شهر باستانی پالمیرا تخریب کرده است معمون عبدالکریم روز یکشنبه دوازده مهرماه به خبرگزاری رویترز گفت منابعی مطلع در شهر پالمیرا تایید کردند که بنای تاریخی طاق نصرت توسط گروه خلافت اسلامی تخریب شده است گروه حکومت اسلامی پیشتر دو معبد تاریخی در محبته باستانی شهر پالمیرا را منفجر کرد روسیه ادعا میکنه که جنگنده های این کشور در سوریه مواضع داعش رو هدف قرار میدن اما در روزهای گذشته موج انتقاد از شیوه خودسرانه عملیات روس در سوریه بالا گرفته در این سو به ویژه آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه خشمگین از اقدامات روسا گفته که روسا در صحبتی که پیشتر با ما داشتن قول داده بودند که حملاتشون متوجه داعش باشه اما الان عمده این حملات سمت و سوش نیروهای میانه روی مخالف اسد به ویژه ارتش آزاد سوریه هست افزون بر اینکه این حملات موجب کشته شدن غیر نظامیان شده آنطور که آقای ارغان اشاره میکنه دستکم کم تا کنون 65 غیر نظامی بر اثر حملات جنگنده های روس در سوریه کشته شدن دلایلی که ترکیه میاره و میگه روس ها دارن تحت پوشش حمله به داعش دیگر مخالفان اسد رو تضعیف میکنن از جمله اشاره اونها به حوزه عملیاتی چند روز گذشته جنگنده های روس هستش ترکیه میگه اصولا داعش در استان ادله و همس حضوری نداره و تنها مناطق شرقی هما رو در اختیار داره حد فاصل هما و شهر همس هم از سه سال پیش تحت کنترل ارتش آزاد سوریه بوده و ارتباط دولت سوریه با این محور قطع شده ترکیه میگه درست حملات جنگنده های روس همین حد فاصله در واقع هما و هومس رو مورد هدف قرار دادن مثل شهر تلبیسه و رستن یعنی مناطقی که اصولا تحت کنترل ارتش آزاد هستن و ارتش دولتی سوریه در طی سه سال گذشته خیلی تلاش کرده بود که این محور ارتباطی رو آزاد بکنه اما هیچگاه نتونسته بود که موفق بشه نیروهای اسد حتی وقتی که میخواستن از این نقاط به مناطق دیگه برن ناچار بودن که یا راه خودشون رو کج بکنن یا از مسیرهای کوهستانی استفاده بکنن به همین دلیل هم ارتش اسد و روسیه میل دارن که برای تامین امنیت مسیر دمشق تا لازقیه این نقاط رو از دست ارتش آزاد خارج بکنن ترکیه میگه وقتی به نقشه جغرافیایی نگاه میکنیم اصولا نوع عملیات روس ها کمک به ارتش اسد هستش نه نابودی داشت با این حال آقای اروان ضمن انتقاد از دولت روسیه اعلام آمادگی کرده که در این زمینه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات و گفتگو داشته باشه آقای اروان گفت که متاسفانه وقتی ما حرف میزنیم برخی ناراحت میشن ولی در حالی که رژیم اسد داره جنایت میکنه روسیه و ایران از این رژیم حمایت میکنن همینطور ایشون به مسئله آموزش مخالفان میانه روی سوریه اشاره کرد و گفت که بجز ترکیه یک سری کشورهای دیگه هم در پروژه آموزش مخالفان سوری شرکت داشتن اما اونها ما رو در این زمینه تنها گذاشتن و این دور از انصاف هستش با این حال آقای ارغان گفت که ترکیه حتی به تنهایی برنامه آموزش مخالفان سوری رو ادامه خواهد داد. در واقع اشاره آقای اروان به امریکا هستش که اخیرا اعلام کرده که با وجود هزینه هنگفت 500 میلیون دلاری که برای آموزش مخالفان سوری در نظر گرفته شده بود این برنامه با شکست مواجه شد. اما در میان مخالفت هایی که در مورد عملیات جنگنده های روس مطرح میشه از آن سو هم بشار اسد رئیس جمهور سوریه از عملیات روسا استقبال کرده و گفته ائتلاف جدید با مشارکت روسیه، ایران، سوریه و عراق باید در مبارزه با تروریسم موفق بشه وگرنه کل منطقه نابود خواهد شد. او در توجیه ایجاد این ائتلاف گفته که غربی ها به رهبری امریکا در مبارزه با تروریسم موفق نبودند. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده صبح دوشنبه 13 همه مهر ماه به صورت علنی آغاز شد. برگزاری دادگاه بابک زنجانی از روز شنبه 11 همه مهر آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنجانی و دو متهم دیگر در این پرونده تحت تدابیر امنیتی وارد محوطه دادگاه انقلاب شدند. دو خواهر بابک زنجانی و چند نفر از اقوام دو متهم دیگر این پرونده به همراه ده وکیل که پنج نفر وکلای شکات هستند در دادگاه حضور داشتند. قاضی ابوالقاسم سلواتی رئیس شعبه 15 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران قضاوت این پرونده را به عهده دارد. وی در آغاز این جلسه گفت در پی اعلام وکلای خارجی متهم اصلی پرونده مبنی بر اینکه با ارائه پیشنویس ضمانتنامه بدون قید و شرط به بدهی های شرکت نفتی HK را پرداخت می کنن. امروز مدیر کل امور حقوقی شرکت نفت ایران اعلام آمادگی کرده که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت المال بازگردانده شود. طی جلسه دادگاه نماینده و معاون دادستان به قرائت کیفرخواست 237 ای پرداختند. در کیفرخواست قرائت شده قرار مجرمیت بابک زنجانی فساد فلارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران کلاهبرداری از بانک FIIB، و جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای یه جعل حواله ارزی از بانک اف به بانک مسکن جعل حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی اعتباری توسه، جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف به بانک اسلام جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکازیب و 22 مورد جعل عنوان شده است. بابک زنجانی سال 92 بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در بازداشت موقت در زندان اوین به سر می برد. در همین حال وزیران اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، نفت و صنعت و مدن و تجارت دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه 11 مهر در نامه به دادستانی جمهوری اسلامی خانه اطلاع رسانی شفاف در مورد مناسبات احتمالی مالی شرکت امیر منصور آریا و بابک زنجانی با اعضای دولت‌های مختلف شدند. نویسندگان نامه هدف از این اقدام را شناسایی افراد متخلف عنوان کردند. معافرید امیر خسروی معروف به امیر منصور آریا که متهم اصلی اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعلام شده بود، سوم خرداد 93 در پی حکم دادگاه انقلاب ادام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فاجعه منا را تاسف آور دانست و گفت دولت به وظیفه خود درباره این فاجعه واقف است آقای روحانی که صبح روز دوشنبه 13 مهر در همایش ملی روز روستا سخنرانی میکرد گفت چون این حادثه ای در کشوری رخ میدهد که آن همه هلیکوپتر، هواپیما و پول نفت در اختیار دارد این بی تدبیری در آغاز حادثه و همچنین بی تدبیری در ادامه حادثه وجود داشته است آقای روحانی گفت این همه دوربین در منا وجود دارد و اتاقهای مانیتور آنها لحظه به لحظه تمام خیابانها و تمام جمعیت را رصد می کنند و حتی می توانند از جمعیت و افراد عکس و فیلم بگیرند ضمن اینکه برای حضور در منا تقسیم بندی شده است که چه ساعت حجاج و از کدام کشور برای رمیل جمرات بیایند گفتنی است که تجمع بیش از 800 زائر ایرانی در دهانی راه عبور حجاج در ساعت 8 صبح در حالی که ساعت ورود حجاج ایرانی بعد از 9 و نیم صبح بود و حضور ده ها تن از افراد سپاه و مسئولین سرشناس رژیم در بین آنها همچنان از سوی مسئولان رژیم ایران مسکوت گذاشته شده و تنها علی اکبر ولایتی مشاور رهبر و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک سپاه به طور ضمنی به آن اشاره کرده است رئیس جمهوری ایران گفت حاجیانی که به دلیل بیتدبیری عدم برنامه ریزی و یا احیانا تقصیرهایی که باید بررسی شود در یک شرایط بسیار دردآور جانشان را از دست دادند آقای روحانی گفت خوشبختانه ندای مظلومیت در حضور سران جهان در سازمان ملل به گوش جهانیان رسانده شد و وزیر امور خارجه که یکی از قهرمانان ملی در تاریخ ما است همه تلاش خود را از لحظه نخست با مسئولین سیاسی در سطح جهان و دبیر کل سازمان ملل انجام داد این گفته روحانی پاسخی به محسنی اجهی جانشین رئیس قوه قضائیه بود که محمد جواد ظریف را جاسوس و خائن خوانده بود آقای روحانی که از دولت خود در برابر انتقادهای تندروها دفاع می کرد گفت در امر سلامت نیز زحمات دکتر قاضیزاده را شاهدیم تلاش پیگیری و حضور وی با همه پیچیدگی ها و مشکلاتی که پس از فاجعه منا وجود داشت بسیار مهم بود همچنین وزیر کشور و دیگر مسئولین که با هماهنگی زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری تلاش های بسیاری انجام دادند آقای روحانی گفت بیش از بیست کشور عزیزان خود را در این فاجعه از دست دادند اما ایران نخستین کشوری بود که توانست پیکرهای جانباختگان را به کشور بازگرداند بیشترین تلاش برای شناسایی جانباختگان را انجام دهد و همچنین بیشترین تحرک در سطح دنیا برای این فاجعه داشته باشد رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به اجرایی شدن توافق اتمی خبر داد در هفته های آینده همه دیوارهای غلط تحریم را فرو میریزیم آقای روحانی گفت هیچ کسی در دنیا نیست که بگوید ایران در مذاکرات ناموفق بوده است وی با اشاره به مخالفان توافق هستایی هم گفت آنهایی که میخواهند افتخار ملت را زیر سوال ببرند به نفع چه کسی کار میکنند افتخار ما اختصاص به گروه خاصی ندارد رئیس جمهوری ایران همچنین به موضوع انتخابات سال جاری اشاره کرد و گفت ملت ایران حماسه دیگری در انتخابات اسفند ماه میآفریند و روستاییان در انتخابات پیش رو به کسانی رأی دهند که لایقترین برای خدمت به این مردم و کشور هستند آقای روحانی گفت از نظر دولت این جناح و آن جناح فرقی نمی کند مهم این است که صالحترین و قوی افراد و آنهایی که ملی می اندیشند وارد صحنه شوند وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع دولت حسن روحانی در نامه مشترک به رئیس جمهوری ایران خواستار اخذ تصمیم فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به بحران شدند. علی طیب وزیر اقتصاد، علی ربیعی وزیر کار، محمد رضا وزیر صنعت و حسین دهقان وزیر دفاع چهار نفری هستند که این نامه را امضا کردند. در این نامه احتمال فرو لغزیدن اقتصاد ایران به آنچه بحران توصیف شده به دو عامل خارجی و داخلی نسبت داده شده است در این حال در مورد تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها نیز هشدار داده شده است وزیران دولت حسن روحانی میگویند ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت طی 19 ماه گذشته 42 درصد کاهش یافته است به گفته آنها این رقم در دی ماه سال 92 برابر با 511 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به 330 هزار میلیارد تومان رسیده است وزیران دولت حسن روحانی میگویند 62 درصد ارزش کل بازار سرمایه ایران به محصولات شیمیایی، فراورده های نفتی، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مربوط می شود. این چهار وزیر در نامه خود آوردند سهام تمام این پنج ردیف اقتصادی طی ماهای گذشته کاهش داشته است آنها برای نمونه به صنعت پتروشیمی اشاره کردند صنعتی که 35 درصد کل ارزش بازار سرمایه در ایران را تشکیل میداد و در فهرست چهار وزیر در ردیف اول قرار دارد به گفته این چهار نفر سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و نیز افزایش بهای دلار مبادله به رکود این صنعت دامن زده است وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به مواردی مانند افزایش قیمت دلار مبادله، بحران در بانک ها و مؤسسات اعتباری و الزامات بانک مرکزی برای جبران کسری زخائر، کاهش ارزش بازار، کاهش تقاضا، کاهش مالیات ابزاری شرکت ها به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بحران احتمالی اشاره شده است. آنها در نامه خود روند کاهش بهای نفت و کالاهای پایه‌ای در بازارهای جهانی را نیز مورد توجه قرار دادند. بنابر آماری که این چهار وزیر بان با اشاره کردند، بهای نفت، فولاد، مس و آلومینیوم از دی ماه 92 تا مرداد 94 بین 14 تا 60 درصد کاهش داشته است. آنها میگویند توافق اتمی که میتواند به اقتصاد ایران یاری برساند در حال حاضر باعث شده تا ابهاماتی در بازار شکل گیرد که در برابر آن نیز باید فورا واکنش نشان داد در بخشی از نامه یاد شده با اشاره به این موضوع آمده است انتظار برای کاهش بهای کالاها در جامعه مشهود است آنچه به کاهش تقاضا دامن زده در این حال احتمال حضور شرکت های خارجی در ایران نیز چالشی برای صنایع داخلی توصیف شده است که باید در مورد آن سیاست شفافی ارائه کرد چهار وزیر میگویند بر اساس پیش بینی های بودجه شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب العجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود بیمه آن میرود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد بنابر گزارش ها این نامه در میانی شهریور ماه نوشته شده است در پی انتشار آن خبرگزاری صداو و سیمای ایران گفته شورای اطلاع رسانی دولت ارسال این نامه را تایید کرده است سازمان ناظر بر مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 630 هزار مهاجر به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شدند. مشروع گزارش مسئول نهاد ارشد ناظر بر مرزهای اتحادیه اروپا قرار از روز دوشنبه 13 مهر منتشر شود. موج پناه آوردن شهروندان کشورهایی که عمدتا درگیر جنگ ها و تنشهای داخلی هستند به کشورهای اروپایی طی ماه گذشته روندی کم سابقه گرفته است. در همین حال روزنامه بیلد چاپ آلمان روز یکشنبه دوازده مهر نوشت بر اساس سند محرمانی دولتی که این روزنامه با آن دست یافته احتمالا حدود یکنیم میلیون پناهجو تا پایان سال جاری به این کشور روی خواهند آورد دولت آلمان پیشتر تعداد پناهجویان آزم این کشور را حدود 800 هزار نفر تخمین زده بود به نوشته روزنامه بیلد بر اساس این سند فشار مهاجرت در حال افزایش است و رهبران آلمان میگویند انتظار می رود در سماهی پایان سال جاری روزانه حدود 7 تا ده هزار مهاجر برای درخواست پناهندگی به صورت غیرقانونی از مرزهای کشور وارد شوند. بنابر گزارش ها اکثر مهاجرانی که در ماهای اخیر به سوی اروپا سرازیر شده اند خواهان رفتن به کشورهای سوئد و آلمان هستند. به گزارش روزنامه بیلد رهبران آلمان تلاش می کشورهای غربی دیگری را برای پذیرش مهاجران ترغیب کنند همزمان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که آلمان در انجام تعهدات خود در خصوص پذیرش پناهندگان کوتاهی نخواهد کرد صدر اعظم آلمان به رغم شمار بالای آوارگان پناه آورده به این کشور پیشنهاد تغییر قانون اساسی به منظور محدود ساختن مهاجرت به آلمان را رد کرد صدر اعظم آلمان گفت اغلب پناهجویان همچنان می توانند به کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان متکی باشند به همین دلیل نیز قانون اساسی آلمان در این زمینه تغییر نخواهد کرد او خواستار سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده های پناهجویان و همچنین بهتر کردن حفاظت از مرزهای خارجی اروپا شد مرکل همزمان تصریح کرد که نیرومندتر ساختن حفاظت از مرزهای خارجی اروپا به معنای بستن این مرزها نیست از سوی دیگر نزدیک به دویست پناهجو نیمه شب جمعه دهم ده مهر وارد محبته تونل مانش در بندر کاله در شمال فرانسه شدند که فرانسه را از زیر دریا به بریتانیا متصل می کند. به دنبال این حادثه رفت و آمد قطارهای شرکت یورو تونل برای ساعت متوالی متوقف شد به گزارش خبرگزاری رویترز پناهجویان بعد از ویران کردن بخشی از دیوار محافظتی وارد تونل شدند اما با پلیس و نیروهای امنیتی روبرو شدند گزارش شده است که علیرغم تلاشهای پلیس بیشتر از یکصد پناهجو توانستند حدود 15 کیلومتر در داخل تونل پیشروی کنند اما آنان نیز از سوی پلیس متوقف شدند مقامهای پلیس گفتند این نخستین بار است که یک تعداد زیاد پناهجویان برای داخل شدن به محبته یورو تونل اقدام می کنند.